رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد. عرض سلام و احترام دارم به همه میهن‌یاران، میهن‌دوستان. اجازه بفرمایید تا در آغاز صحبت فرارسیدن سال نو فارسی، نوروز باستانی رو به همه شما عزیزان تبریک عرض بکنم. امیدوار هستم که سال جدید آغازی باشد برای پایان همه اشکال جمود فکری، تسلب آینی و در نهایت برانداخته شدن تمامی نهادهای سیاسی و اجتماعی که متأسفانه مردم امروز ایران رو گرفتار این مصیبت‌های بسیار بسیار پیچیده کرده است. خب به هر حال امید و آرزو داشتن شاید یکی از اصلی ترین موتورهای محرک تاریخ است که هرگاه بتواند با آگاهی لازم، با آگاهی صحیح و برنامه‌ریزی همراه باشه، طبیعتاً میتونه راه رو برای آینده در همه جوامع هموار بکنه. من امروز تصمیم گرفتم یا برای این جلسه تصمیم گرفتم صحبت مختصری داشته باشم درباره نوروز، ریشه‌های تاریخی پیدایی نوروز یا نظریه‌هایی که در خصوص نوروز عرضه شده، و بعد از آن قصدم این هستش که مختصری اشاره داشته باشم به اعلام جهانی بزرگداشت نوروز توسط سازمان ملل متحد و توضیح بدهم که می شود پیام نوروز، یعنی پیام دوست داشتن، عشق ورزیدن یا مهر ورزیدن را به عنوان یک مفهوم حقوق بشری مورد توجه قرار داد. این کاری هستش که من امروز قصد دارم انجام بدم. ولی قبل از اینکه شروع بکنم عرض خودم رو خدمت شما عزیزان تقدیم بکنم، میبایستی اشاره داشته باشم به پرسشی که یکی از بینندگان محترم ایشون مطرح کردن و فرمودن که آیا حمله نظامی امریکا به عراق در سالهای پیش اون هم میتواند مصداق جنایت بین‌المللی باشد یا نه؟ من تشکر میکنم از این بیننده عزیز که این سوال رو مطرح کردم. آنچه که مشخص هست، پرسشی که ایشون به میان کشیدن به این خاطر هستش که در جلسه پیش بنده یک گفتاری داشتم در خصوص تحلیل حقوق بین‌المللی تجاوز نظامی تجاوزکارانه روسیه به اوکراین، به کشور اوکراین، چیزی که در جریان هست. میخوام یک مرور ساده‌ای داشته باشم بر گفتار پیشین تا بتونم اون پرسش رو که آن خانم محترم مطرح ساختن رو در حد توان و بضاعتی که دارم یکمی روشن بکنم. ببینید، در جلسه پیش من عرض کردم که آنچه که امروزه داره اتفاق میفته در کشور اوکراین یا اوکراین توسط حمله نظامی روسیه، ما میبایستی اون رو با توجه به معیارهای قطعی و متقن و روشن حقوق بین الملل مصداق ترکیبی از سه نوع جنایت بدانی. حتما از آن عنایت بفرمایید که وقتی که میگیم جنایت، معمولا کسانی که واژه جنایت رو به کار میبرن، خب برای بنده هم به کار میبرن، از اونجایی که دلها شکسته است و مردم خشمگین هستن، به راحتی و به آسانی تمایل پیدا میکنن، حداقل به لحاظ عاطفی، روان، احساسی، تا یک عمل خلاف رو زیر عنوان جنایت ازش نام ببرن. و این طبیعی هستش، این نیاز حیاتی انسانی هستش که یک موجود کاملا طبیعی باشه. اما از زاویه دید حقوق بین‌الملل، وقتی که ما مفهوم جنایت رو به کار میبریم، میبایستی با دقت کافی و با تکیه بر اسناد بین‌المللی نوع جنایت رو بیایم توضیح بدیم که چی هست، یعنی چه حرکتی، چه اقدام یا برنامه‌ای موجبات شرایط رو فراهم می‌سازد که در درون اون شرایط آن چه اتفاق می‌افتد جنایت تلقی بشه.
در گفتار پیشین عرض کردم که روسیه سه نوع جنایت رو مرتکب شده و داره هنوز ادامه میده. اولین نوع جنایت، جنایت جنگ تجاوزکارانه است. یعنی اینکه هیچ دولتی به موجب قواعد حقوق بین الملل معاصر که ریشه داره در قواعد حقوق بین الملل عرفی، یعنی رویه های دولت ها در سالهای پیش، در تاریخ پیشین، هرگاه کشوری برای حل و فصل اختلافات خودش از در پیش گرفتن سازوکارهای مسالمت آمیز خودداری بکنه و حمله نظامی رو برای علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور دیگر انجام بدهد، آن نوع حمله نظامی یا کاربرد نیروی نظامی موجب شکل‌گیری جنایت می شود که اسم این جنایت هست جنایت حاصل از جنگ تجاوزکارانه. خب این یک نکته. اگر که ما بخواهیم حمله نظامی کشور رو تحصیل کشوری به کشور دیگر رو از این زاویه دید مورد توجه قرار بدیم، نه تنها روسیه، هر کشور دیگری هم که به کشور دیگری حمله نظامی داشته باشد یا تهدید به زور یا استفاده از زور داشته باشد، اون چی که اتفاق میافتد جنایت بین المللی هستش، یعنی جنایت برخواسته از جنگ تجاوزکارانه که نقض اصلی ترین و مهمترین قواعد حقوقی بین الملل هست که بهش میگن قواعد عامه. خب من این بحث رو در گفتار پیشین داشتم، ولی در این حال عرض کردم که آنچه که روس‌ها دارن انجام میدن در طی عملیات جنگی، فرضاً بمباران کردن منازل مسکونی، بیمارستان‌ها، تأسیسات شهری و غیره، اینها اقداماتی هستند که زیر عنوان جنایت‌های جنگی لقب می‌گیرند. بنابراین روس‌ها دو نوع جنایت دارن انجام می‌دن: جنایت جنگ تجاوزکارانه و جنایات جنگی. در این حال بنده در سخن پیشین عرض کردم که می‌شود مراجعه کرد به مقابل‌نامه رو، اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، و در ماده‌ای که میگوید جنایت علیه بشریت، به اون ماده ما مراجعه بکنیم و 11 بند اون ماده رو بخونیم، به بند 11 هم برسیم. بند 11 هم میگوید که اگر اقداماتی موجبات اذیت و آزار شدید فیزیکی، روحی و روانی برای مردم بشود، آن نوع اقدامات هم جنایت است، اما اسم اون جنایت رو میگذارن جنایت علیه بشر. خب با توجه به این پیش زمینه ساده هستش که بعد در جلسه پیش عرض کردم که روس‌ها مرتکب سه نوع جنایت شده، یعنی سه نوع جنایت دست در دست هم غیر قابل تفکیک هستن: اول جنایت جنگ تجاوزکارانه، دوم جنایت های جنگی، و سوم جنایت علیه بشر. یه نکته که من عرض کردم، در این حال توضیح دادم و گفتم که حقوق بین الملل معاصر، یعنی حقوق کیفری بین المللی معاصر، تمایل بسیار بسیار زیادی داره تا اعلام بکنه، در واقع بیان بکند که هرگاه جنایت اتفاق بیفتد از هر نوع این سه شکلی که من عرض کردم باشد، اون بالاترین مقام مسئول کشور و کسانی که با او همدست بودن، همراهی کردن در طراحی و اجرای این جنایت و مشارکت داشتن یا حتی تشویق به انجام جنایت داشتن، تک تک اون افراد جانی بین المللی شناخته می شوند طبق آنچه که اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی توضیح میدن. بنابراین بنده عرضم این بودش که نه تنها شخص آقای پوتین، همه کسانی که با او بودن و حتی به باور بنده تمام کسانی که خارج از حیطه سرزمین روسیه مدافع روسیه هستند، دست در دستان روسیه گذاشتن و در اون رو حمایت میکنن، و حتی کسانی که حاضر نیستن تا اون واژه جنگ تجاوزکارانه رو به کار ببرن و اسمش رو میذارن عملیات ویژه، تمام اونها در اون جنایت سهیم هستن و به موجب حقوق کیفری بین المللی معاصر همه اینها میبایستی در قبال جنایت های صورت گرفته مستی
پاسخ باشه. این عرض بودش که من در جلسه پیش داشتم. حالا خانم محترم سوالی که فرمودن این بودش که خب وقتی که امریکایی اومدن اول به کویت رفتن، عراقی ها رو پس روندن و بعد وارد عراق شدن، آیا امریکایی ها هم مرتکب یک چنین جنایت های شدن یا نه؟ و فرضاً چرا جامعه جهانی کوتاهی کرده است در به رسمیت شناختن جنایت امریکایی ها؟ عرض بنده این خواهد بود به سادگی خیلی کوتاه به این خانم محترم و عزیزان دیگری که علاقمند به این بحث هستند، این استش که آنچه که در آن زمان اتفاق افتاد، جامعه بین المللی تمایل نداشت تا حمله نظامی امریکا به عراق رو معادل جنایت جنگ تجاوزکارانه بدونه. چرا؟ به خاطر این کمی که شما مستظر هستید، صدام حسین اومد کویت رو اشغال کرد، تجاوز نظامی انجام داد، اما شورای امنیت برخورد قاطع و لازم رو در مقابله با اشغال نظامی کویت توسط صدام حسین نداشت. من این رو قبلا در جلسه پیشین توضیح دادم. چون چند ماه گذشت و شورای امنیت اقدام لازم رو انجام نداد، طبق ماده 51 منشور ملل متحد که حق دفاع مشروع را بر کشورها به رسمیت می‌شناسد، امریکا و انگلستان دست به تفسیر ماده 51 منشور ملل متحد زدن و گفتن چون شورای امنیت بر گذشته چند ماه هنوز اقدام لازم رو برای پس راندن نیروهای نظامی را از کویت انجام نداده است، پس ما میتوانیم از طریق ائتلاف با کویت همراهی بکنم به کشور با اون کشور از طریق توانمند ساختن کویت برای اینکه بتواند از خود دفاع بکنه، یعنی دفاع مشروع داشته باشه. با توجه به این عرضه بنده، جامعه بین المللی وقت به هیچ عنوان علاقه من نبود که ورود امریکایی ها به عراق رو معادل جنایت حاصلت جنگ تجاوز کار نبداد. البته ظرایف دیگری هم در موضوع هستش که من خوشحال میشم اگر که عزیزان تمایل داره حتی بفرمان تا یک جلسه خصوصی بگذاریم با حضور چند نفری که دوستان خیلی دقت بکنن تا این مسائل مورد باشه کافی قرار. خیلی متشکرم از توجه شما. اجازه فرمایید تا بحث امروز رو در قبال نوروز داشته باشم. به هر حال نوروز فرا رسیده است و مردم می بایستی در شادمانی باشن، در حالی که متأسفانه می‌بینیم که مردم همچنان گرفتار اون غم و اندوهی هستن که حاصل از شرایط هستش که برای کشور ما و همچنان کشور افغانستان عارض شده است. نوروز چیست؟ گفته های زیاد در خصوص نوروز بیان شده توسط تحلیلگران، توسط اونهایی که تاریخ نگار هستن یا تاریخ دان هستن. ما اگر که بخواهیم به لیترچر، به ادبیات موجود نگاه بکنیم، به نظرم میرسه که ما میتوانیم برای توضیح چرایی شکلی نوروز سه نظریه رو اینجا خدمت عزیزان عرضه بکنیم. اولین نظریه اون هستش که ایرانی ها نسبت به اون اقبال فراوان نشان میدهند و به درستی هم نشان میدهند، و اون فرضیه این هستش که هنگام نوروز، فرارسیدن بهار، زایش طبیعت، بازیابی حیات، پایان یافتن عمر سرما و تاریکی و رسیدن به دروازه های نور و روشنایی به منزله هنگامه شادی و خوشبختی، اینها ویژگی هایی هستش که در آیین زرتشت مشاهده می شود. اگر یک چنین روش رو، یک چنین نظریه رو دوستان اعلام بکنند به عنوان توضیح چرایی نوروز، قطعاً آنچه که دوستان فکر می کنند صحیح هست و درست هست. با این وصف بنده مایل هستم عرض بکنم که تا اونجایی که اطلاعاتی که کسر رو دست نشان میدهد، در آراء زرتشتی واژه نوروز به کار نرفته. لذا ما این مقدار کنجکاو میشیم بگیم خب چرا پس ما بسید تلاش بکنیم بگیم نوروز برآمده از زرتشت است. آیا میتوانیم این کار رو انجام بدهیم یا نه؟ اگر نگاهی ساده ما داشته باشیم به متون زرتشتی، میبینیم که در این متون طبیعتاً فرارستن نوروز مطابقت داده می شود با پیروزی اهریمن بر پیروزی اهورا بر اهریمن. این رو
خب ما از آینه زرتشتی یاد گرفتیم و طبیعتاً هممون دنبال میکنیم. آنچه که مهم هست در این ارتباط یعنی پیروزی نور بر تاریکی، اهورا بر اهریمن یا اهریمن، این استش که ما به ویژگی‌های سمبولیک نوروز از دیدگاه آینه زرتشت دقت نماییم. در این آیین آنچه که مهم هست آمدن بهار، فرارسل بهار، در واقع نشان دهنده ظهور یک روح جاودانه در جهان هست که با خود عدالت، برادری و همبستگی میان اعضای خانواده بشری رو در واقع بشارت میدهد. بنابراین از اون زاویه دید آیین و باورهای زرتشتی نوروز به لحاظ سمبولیک، به لحاظ نمادین مترادف و معادل هست با فرشگرد. اخیرا دیدیم که یه گروهی هم درست شده اسم خودشون گذاشتن فرشگرد. فرشگرد یعنی تشکیل یافته از دو واژه فرش و گرد یا گرد. فرش به معنای دوباره انجام گرفتن کار یا تکرار کاری یا سرآغازی بر یک امری یا شرایطی، و گرد به معنای گشتن، تحول پیدا کردن. بنابراین فرشگرد یعنی آغازی برای ورود به جهانی که در بالاترین درجات کمال خودش قرار داره. و دقیقا فرشگرد در اینجا به این معنی استش که جهان در آغاز پیدایی خود سراسر بوده است از کمالات و خوبی ها و نیکی ها، ولی به تدریج اهریمن، نیروهای شیطانی و خبیث به جهان راه پیدا کردن و شرایط زندگی رو برای مردم جهان آمدن تباه ساختن. لذا نوروز هنگامی است یا بشارت دهنده جهانی هست یا شرایطی است که به موجب اون حالات احوالات مردمی بایستی باز تغییر پیدا بکنه تا به موجب اون بشه جهان رو در واقع سوق داد و جهت داد به طرف همان کمالاتی که در آغاز به خودش همراه داشته است. در حقیقت فرشگرد از این نگاه آینه زرتشت که بنده بهش اینجا اشاره دارم به این معنی هستش که نوروز نه تنها آغازی است بر پایان عصر کهن، عصر تاریخی، عصر تاریکی، عصر جهالت و سرما، از همه مهمتر نوروز آغازی هست برای یادآوری به انسانها که شما موظف و متعهد هستید تا جهان را از وجود اهریمنان و نیروهای خبیث و تباه کننده پاک سازید. به باور من این مهمترین درسی هستش که ما نوروز از نوروز فرا بگیریم و به خودمون پیوسته یادآوری بکنیم که اگر نوروز به معنای دوباره گشتن می باشد، یعنی تحول در شرایطی باشد، در شرایط اجتماعی، همانا پیام نوروز که البته در اپیکرسکم در متن زرتشتی به کار نرفت از واژه نوروز، فرشگرد به این معنی هستش پس همه آدم ها وظیفه دارند، تعهد دارند تا برای رهایی هم دیگر، برای آزاد ساختن انسان‌های درمند و ستم دیده‌ای که زیر یوغ تحجر و تسلب فکری یک انسان‌های پلیدی قرار گرفتن. از هرچه که اونها رو من ضعیف می‌دانم به شواج انسان در موردش می‌کار بود، چگونه بس انسان‌ها رو از اینها از یوغ حکرانی خبیثانه و تمامیت‌خواه اونها چگونه می‌شد نجات؟ اگر که دوستان دقت داشته باشن من دیروز اتفاق نگاه کردن دیدن که اون آقای امام جامعه مشهد، آقای خاتمی در مشهد بود، باز داشت حمله میکرد به آینهای سنتی ایرانیان و اونها رو معادل کارهای زشت میدانست. پیامی که از فرشگرد از درون آینه زرتشت برمی آید این استش که اگر جهان قرار است از تاریکی و سیاهی و سرما به سمت نور، روشنایی و بشارت و امید انسان حرکت بکنه، این حرکت به خودی خود صورت نمیگیره. این انسانها هستن که این مستی اون شرط رو بهش دسترسی پیدا کنن. بنابراین نوروز سمبول است، نوروز یک نماد است، نوروز یک
یاد آوری است، یک تلنگر زدن است به انسانها که انسانها بیاییم خوب فکر بکنیم و ببینیم چگونه میتونیم به بهترین و مناسبترین شکل موجود اون تعهد رهایی بخشی انسانهای دیگر رو، البته رهایی بخشی خودم از جمله فکری و بعد انسانهای دیگر رو به عهده بگیریم. به همین خاطر میشود البته با شرط و شروطی با چند علامت سوال گفتش که فرشگرد شاید نزدیکی هایی بتاند پیدا بکند به مفهوم معاد آنگونه که به حال معتقدان بهش باور دارند، چون که معتقدان صرف نظر از ابعاد خرافیش برای بهشت و دوزخ و حوری این داستانی که علم کردن، معتقدان معتقد هستند که بیان میکنند که معاد شرط اصلش در اون عدالت فرضاً اجرا میشه و نیروهای اهریمنی تنبیه میشه و انسانهای نیکسیرت فرضاً در جایگاه واقعی خودشون قرار میگیرند. من معاد رو از این زاویه دید طبق باور اونها دارم توضیح میدم که باور خود بنده چی هستش امر دیگر است. لذا فرشگرد رو می شود به این معنا هم مورد توجه قرار داد. برای من سعی میکنم در طول عرضم چند مثال بیشتری هم بیارم که اینجا عرضم بیشتر روشن بشه، اما خوب است از فرصت استفاده کنم به عزیزان عرض کنم که فرضاً اگر شما به آیین یهودیت نگاه بکنید، در اندیشه های عرفانی یهودی یک مفهومی است به نام تیکون اولم، تیکون اولم، تیکون اولم، TIKKUN OLAM که میگوید طبق این تیکوم اولم میگوید که جهان میبایستی همواره حرکت بکند به طرف نوعی فراگشتن یا فرشگرد شدن. بر اساس این نظریه صوفیانه یهودایی وظیفه باورمندان به آیین یهودیت این هستش که تلاش بکنند جهان رو تعمیر بکنند، جهان رو بازسازی بکنند، جهانی که فرسوده شده و نیروهای خبیث به درون اون راه پیدا کردن و تمام حیات انسانها رو به بند کشیدن. معتقد کسی هست که این بستی تلاش بکنه تا جهان را از وجود این اهریمنان پلیدی که بر سرزمین ها حاکم شده از جنوب سرزمین ایران یا ایران زمین رها بکنه. لذا وقتی که ما به آیین زرتشت نگاه میکنیم به عنوان اولین نظریه، میبینیم که پیدای نوروز رو هرچند که واژه در اون ادبیات زرتشتی در واقع تجلی پیدا نکرده است، اما از نقطه نظر پیام‌هایی که نوروز با خودش به هم میکنه ما میتونیم بریم در آیین زرتشت ریشه‌اش رو پیدا بکنیم. خب این یک نظریه هست یا اصلی ترین نظریه هستش که میتونه برای ما ایرانی‌ها بسیار آموزنده باشه. نظریه دوم، نظریه دیگری هست که بیان می کند که نوروز، روز نو، هنگامی نو، فرشگر، بازگشت یا تکرار فرزن یک فضا و شرایط متعالی پیشین، این چیزی هستش که ریشه در آیین زرتشت نداشته. می شود نوروز رو رفت در آداب، سنن و آیین مردمانی که در بین النهرین زندگی میکردن رفت جستجو کرد. فرضاً اگر مراجعه بشود به زندگانی و مردم فرضاً در دوره بابلیان، میبینیم که اونها چون کشاورز بودن، چون یه جایی اسکان پیدا کرده بودن، اینها برایشون تغییر فصل بسیار بسیار مهم بود. لذا همیشه فرارسیدن نوروز برای اونها به منزله آغاز بود بر پایان دوره که این بستی تمام می شد و باعث تمام بشود، چون که بهار با خود فرزن نعمت زیادی به بار می رو فصل فرزن یا هنگامه شکوفایی، حاصل خیزی و باروری هستش. به همین خاطر گفته می شد که فرزن پادشاهان سلاطین بابلی می رفتن به معبد مردوک در درست روز اول فروردین و اونجا نیایش میکردن و اون خدای بزرگ رو ستایش میکردن، چرا که تصور میکردن که خداوند به اونها یک موهبتی رو اعطا میکنه و اون موهبت چیزی نیست همانا ادامه پادشاهی اونها در اون کشور. لذا ما میبینیم که بابلی ها با بزرگ داشته در واقع هنگام نو یا نوروز این فضا رو، این به اصطلاح دیدگاه رو به دیگران میدادن، یا حداقل ما با
با نگاه امروزی میتونیم به اون نظر داشته باشیم که پس بهار آغازی است برای دوره نو. طبیعی استش که در همون متن بابلی در اول بهار فرزند زندانی ها بخشیده می شدن، به مردم هدیه هایی داده می شد، بارعام سازماندهی می شد و کارهای اسلامی افتاد که همین امروز هم حداقل در سنت ایرانی این به سراغ سنت ها رو ما می‌بینیم که داره دنبال می شه. این نظر دوم می گوید هنگامی که کوروش بزرگ پا به کشور بابل گذاشت و مردم ستمده اون از جمله یهودیان را از اسارت رهایی بخشید و خب فرمان داد به بازسازی معبدها و غیره، کوروش بزرگ با دریافت اهمیت نوروز از مردمان بین النهرین اون سنت را با خودش به درون امپراتوری هخامنشی آورد، شاهنشاهی هخامنشی، و به این طریق نوروز آرام آرام تبدیل شد به یک نوع رویه برای ایرانیان. به همین خاطر هم از سوش فرزند گفته میشه که تالار آپادانا یا تالار ستستون در کنار تالار آپادانا، اینجا فرزند اینها مکانهایی بودن که نوروز باستان رو در اونها پادشاهان هخامنشی جشن میگرفتن. خب این هم یه نظری است. بنابراین نظر دوم میگه که نوروز ضرورتاً چیزی نیستش برآمده باشد از فرزند اون نگرش ایرانیان یا آریایی های آن زمان. یک نظریه سومی هم من خوندم که به موجب اون نظریه گفته می شود که ایرانیان که در آسیای مرکزی زندگی می کردن، ایرانیان امروز، آریایی ها، حالا هر اسمی که بخوامش بگذاریم، اینها پیش از اینکه سکونت پیدا بکنن بیشتر شبان بودن، دامدار بودن، و چون امر شبانی و دامداری یا اقتصاد شبانی و دامداری لازمیش این بود که اینها بتونن از سرزمین به سرزمین دیگر کوچ بکنن، بنابراین تغییر فصل برای اونها کمتر اهمیت داشت. اما آرام آرام با ستل شدن، با مستقر شدن در سرزمین های اونها به این واقعیت رسیدن و این را دریافتن که تبدیل فصل مهم هست. پس اول بهار، اون زمانی که به صلاح اعتدال برقرار میشه میان تاریکی و فرزان آغاز روشنایی، ایامی هستش که بایستی اون جشن گرفته بشه. در حال وقتی که ما این سه نظریه رو در کنار هم دیگه قرار میدیم، باز به همان پیام اصلی میرسیم و پیام اصلی این استش که روزی نو شروع شده است. اما این روز نو که ما در نگرش طبیعت میبینیم سمبولی است برای وظایف و تکالیفی که بر عهده مردم نهاده میشه. من بیشتر از نباید صحبت بکنم در این زمینه. برحال در دوره ساسانیان مخصوصا توسط اردشیر بابکان یا پابکان نوروز رسمیت به رسمیت شناخته شد و پادشاهان ساسانی کمر همت بستن، تمام مسائل خودشون رو به کار بردن تا نوروز رو به عنوان یک عید بزرگ جشن بگیرن تا بتوانن پیام‌های اون رو ازش استفاده بکنن در راه خدمت به جامعه ایرانی. فقط من ساده عرض بکنم، بعد از اسلام من در جایی می‌خوندم که حتی خلفای چهارگانه نوروز رو محترم شمردن و خلفای بنی عباس اونها نوروز رو به عنوان یکی از جشنهایی که توسط مسلمانان مورد ستایش قرار بگیرد و جشن گرفته شد به رسمیت شناختن، برخلاف اون چیزی که آخوندهای امروزی ایران دارن رو بیان میکنن. و در نهایت این که از زمان دیالمه هست که میبینیم آرام آرام نوروز جایگاه خودش رو در جامعه ایرانی بعد از اسلام هم پیدا میکنه. خب من این عرض رو داشتم فقط برای این که میخواستم تأکید بکنم که صرف نظر از این که به اصطلاح نظریه های تئوری های پیدایش نوروز چه پیش زمینه های تاریخی رو برای ظهور این هنگامه شادی ترسیم میکنه توضیح میدهن، قصد من این داشت که بگم که خب نوروز چه پیامی رو متبادر میکنه. و همطور که عرض کردم با تکیه بر اون مبانی اعتقادی زرتشتی، باز میخوام تاکید بکنم که نوروز هنگامی هستش که جهان میبایستی حرکت بکند به مدد انسانها، با همت انسانها، با آگاهی انسانها، برای سوق داده شدن به همان کمالاتی که در آغاز در جهان وجود داشته است. و طبیعتا این راه لازمش نستش که همگی
دست در دست هم بدهن همه مردم که اون احساس انسان رو دارن و اون دل دردمند رو دارن، اینها تلاش بکنن تا جهان رو از تمام نیروهای شیطانی و اهریمنی رها بسازن. لذا وقتی ما نگاه میکنیم بگیم که فرزند ایران گرفتار اهریمنان شده، این واقعا شعار نیست. اینها مبانی اعتقادی بسیار محکم داره که ریشه های عمیقی هم حتی در فلسفه سیاسی و اجتماعی دارند که طبیعتا من اینجا فرصتی ندارم که اونها بپردازم. خب این یه بخشی بودش که من خواستم به طور مقدماتی با عزیزان در میون بگذارم، اما میخوام وارد بحث دیگری بشم در تو با همین موضوع از دید حقوق بین الملل یا حقوق فرزند بشر بین الملل. ببینید روز 20 ماه مارس توسط سازمان ملل متحد، هم که شما دوستان اطلاع دارید، به عنوان روز جهانی نوروز نامگذاری شده است. در سال 2010، 12 سال پیش، تا یک قطعنامه شماره 253 مجمع عمومی سازمان ملل متحد 20 مارس رو به عنوان روز جهانی بزرگداشت نوروز اعلام کرد. آنچه که خیلی مهم هست صرف نظر از بیانی که یک چنین واقعیت و افتاد، این است که شما نگاه بکنید به قطعنامه. از این اگر که فرصت داشته باشن این کار بکنن. برای کاری که بنده انجام نمیرسیم، من برای این کار میشنم با حوصله میخونم، قصدم نمیشه از خواندن متون چند صد صفحه ای. قطعنامه که تو خیلی کوتاه هستش، در بند 4 رسما بیان میکنه، میگه همه کشورهایی که در اونها این سنت باستانی نوروز ارزش گذاری میشود و جشن گرفته میشود، تمامی این کشورها وظیفه دارن، متعهد هستن تا پیامهای نوروز رو، اینا بفهمید، پیام نوروز همون پیام فرشگرد هست، پیامهای نوروز برای بازسازی جهان و سوق دادن جهان به عصر کمالات رو بیان در خدمت اهداف توسعه یافتگی جامع قرار بدن. خب البته در متن و مرکز این توسعه یافتگی توسعه انسانی هستش. خیلی جالبه که اگر شما نگاه بکنید به اون اسناد سازمان مللی، میبینید که طرح قطعنامه توسط کشورهایی تهیه شد که فراتر از ایران، افغانستان و تاجیکستان بودن، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، هند، حتی پاره از کشورهایی که فارسی زبان نیستن، بعد هند، ترکیه و حتی مقدونیه و آلبانی هم اینها مشارکت داشتن در طرح، در پیشنویس این قطعنامه که 20 مارس رو یا مارس رو به عنوان روز جهانی بزرگ داشته نوروز اعلام کرد. اینات بفهمید که اگر شما به ماده 4 قطعنامه نگاه بکنید، قطعنامه یادآوری میکنه که آنچه که مهم است این هستش که نوروز با خود پیام مهر به همراه می آورد، پیام دوست داشتن، پیام عشق ورزیدن به طبیعت، به زیبایی طبیعت، به هماهنگی با طبیعت و آوردن تمام این زیبایی ها در صحنه حیات انسانی در واقع افاده می نماید. لذا این پیام مهر طبق اون لغات و واژه هایی که در اون قطعنامه به کار رفته است، این پیام مهرورزی و دوست داشتن و زیبایی شناسی و زیبا پرستی میتواند کمک بکند در استقرار زیستن با یکدیگر در صلح و صفا، و شاید بنده عرض بکنم که به باور طراحان قطعنامه مربوط به روز جهانی نوروز، پیام های نوروز اینها عنصرهای بسیار مهمی هستند که امروز در تمام تلاش های بین المللی در جهت استقرار صلح مسی مورد توجه قرار بگیره. ببینید وقتی که ما سعی میکنیم خودمون رو از بساط دیدگاه های عادی نجات بدیم و بیشتر عمیقتر کنگاش بکنیم در خصوص آنچه که محیط پیرانمون رو در بر گرفته است، میبینیم که درس هایی که از اون میتونیم بگیریم برای آینده ما بسیار آموزنده هستش و بسیار به ما کمک میکند تا بدانیم چه کسانی دارن مانع از زیستن انسان ها در صلح و صفا و آرامش هستن، چه کسانی هستن که با تمسخر کشاندن نوروز، با اون ضدیت
پلید و ابلهانه خودشون برای محو این سنت باستانی سعی کنن مردم رو از احساس خوشبخت بودن آری بسازن و محروم بسازن. و چه کسانی هستن که با همون افکار اهریمنی و پلید و داگماتیزم چون دارن فکری و آنی که دارن، اینها دارن معضلات بزرگی رو در راه استقرار صلح بین الملل اینها ایجاد میکنن. لذا ما اگر بخوایم با اون نیروهای اهریمنی فرزند نبردی رو آغاز بکنیم تا وظیفه خودمون رو بین ایرانی در بزرگداشت و در پاسداشت پیام پای نوروز به کار بگیریم، ناگزیر هستیم که به این اسناد حقوقی بین الملل هم اشاره داشته باشیم. من مایل هستم که بیشتر توضیح بدم. ببینید در سال 2009، یعنی یک سال قبل از اون که سازمان ملل متحد 20 ماه مارس یا مارچ رو به عنوان روز جهانی نوروز اعلام بکنه، یونسکو نوروز رو به عنوان میراث فرهنگی مشترک بشریت به رسمیت شناخت و اعلام نمود که نوروز نشانه هماهنگی و همراهی هستش با اعتدال و توازن میان جهان ساخته شده انسانی و جهان طبیعی و زیبایی های جهان طبیعی. پس نوروز اگر که به معنای اعتدال و هماهنگی با زیبایی های طبیعت باشد، طبیعتاً همان هایی که میخوان زندگی طبیعی زیبا داشته باشن میبایست با نیروهای اهریمنی که مانع از برخوردهای انسان ها از زیبایی هستن واسه مبارزه بکنن. خیلی جالب هست وقتی که من داشتم متن سخنرانی دبیرکل یونسکو رو میخوندم، ایشون در سخنرانیش از اون شعر نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد استفاده کرد و توضیح داد، گفتش که ببینید اگر شما میخواید بدونید نوروز چی هست، این رو دبیرکل یونسکو اعلام کرد، اگر شما میخواید ببینید که پیام نوروز چی هستش، اصلا نوروز چی داره به ما میگه، فراتر از این به اصطلاح برداشت های سطحی، پیام نوروز یعنی پیام دوست داشتن یکدیگر، پیام مهرورزیدن به یکدیگر، و این مهرورزیدن امکان ندارد اتفاق بیفتد تا زمانی که اهریمنان بر ما و بر سرزمین ما یا بر سرزمین های ما حاکم شدند. پس وقتی ما اینو دقت میکنیم فرضاً به پیام دبیرکل یونسکو سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد، میبینیم که ایشون میگه جالبه که اگر شما ایرانیان فارس زبان ها و دوستان نوروز بیش از 300 میلیون مردم جهان شامل تمام آسیای مرکزی، ایران، حتی بخش ایران، افغانستان، هند، ترکیه، حتی تا منطقه یوگسلاوی سابق، اگر شما نگاه کنید به این مردمی که میخوان نوروز رو قدر بدانن و ستایش کنن و اون رو جشن بگیرن، این مردم باید دقت داشته باشند که نوروز، پیام نوروز پیامی است که از درون اعماق خاص و آرزوهای بشریت سرچشمه گرفته است. اون آرزوها هیچ چیزی نیست مگر رهایی، رها شدن، آزاد شدن از دنیای خبیث، تبهکار، آلوده و از دست کسانی که دارن انسانها رو به این مشکلات انداختن و موجود ستم انسانها رو فراهم آوردن. لذا دبیرکل سازمان ملل، دبیرکل یونسکو بیان میکنه، میگه پیام نوروز پیام امید است، اما این امید باید با برنامه همراه باشه، این امید باید با آگاهی های لازم و آگاهی های دقیق باید همراه باشد تا بتواند اون جامعه کمال رو، تمام کمال رو بر انسان ها زمینش رو فراهم بکنه. لذا ایشون میگه که پیام نوروز رو، حالا صرف نظر از اونی که فرضاً در فرشگرد زرتشتی هستش یا در ایام نو مثلا بابلیان قدیم هستش، میگه که نوروز ما پیامش عیناً مشابه جشن مقدس باربارا هستش در لبنان، مشابه جشن سن جوزف یا سن جوزف هست در ساردینا، پیام نوروز مشابه جشنواره قبطیان در مصر هست و پیام نوروز مشابه جشنواره الهه عشق و امید زیبایی است در یونان باستان. دبیرکل یونسکو به ما یادآوری میکنه، به ما دوستداران نوروز، که همه شما مستی به این زمینه‌های مشترک فرهنگ بشری دقت داشته باشید. چگونه دقت داشته باشیم؟ به این معنی که مستی هممون
امیدوارانه به آینده نگاه بکنیم و از آن فراتر برویم و خودمون رو متعهد بکنیم برای اینکه با ایجاد همدلی، ایجاد همبستگی و پیوند میان یکدیگر با تمام اهریمنان مبارزه بکنیم و تنها در اون صورت است که روز نو میشود. وگرنه ده ها نوروزم بیاید و برود، ما جشنی هم بگیریم و بشینیم شیرینی هم بخوریم، شادی هم بکنیم و موسیقی و رقص و پایکوبی هم باشد، متاسفانه تغییر در شرایط ایجاد نمیشه. پس نیاز هست به تغییر پیش فرض ها، مثل نگاه ها رو باید تغییر داد تا بشود اون پیام های نوروز رو مورد در واقع بازبینی دقیق قرار داد. من مایل هستم یک مقدار بیشتر صحبت بکنم و توجه عزیزان رو معطوف بکنم به 21 ماه مارس. یعنی نه بفهمید که روز 20 مارس رو در سال 2010 به عنوان روز جهانی بزرگداشت نوروز سازمان ملل متحد اعلام کرد. بنابراین سازمان ملل متحد آمد نوروز را به رسمیت شناخت و پیام‌های نوروز رو سر کرد که بیاد نهادین بکنه به عنوان بخشی از اصول حقوق بین الملل در جهت استقلال صلح، که البته من نمیتونم وارد بحثش بشم، بساطن بریم بشینیم ساعت و کلاس حرف بزنیم. روز 21 ماه مارس، یعنی درست روز اول عید ما میشود، همان سازمان ملل متحد طی قطعنامه در سال 2011 اعلام داشت که 21 ماه مارس روز جهانی خوشبختی است. خب اون روز جهانی خوشبختی چیه؟ مجموع سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای که منتشر کرد اعلام کرد که خوشبختی رویکردی همه جانبه هستش برای توسعه یافتگی جامعه انسانی و این توسعه یافتگی ضرورتاً با اهداف و آمارهای اقتصادی، مادی و سنجشگرایانه سودگرا مطابقت ندارد، بلکه مستی به مفهوم خوشبختی انسان ها نگاه کرد و این مفهوم خوشبختی رو تمامی شهر طریق ساز و کارهای عادلانه فرزن زمینه هاش رو فراهم آورد. من نوت زیاد گرفتم ولی خب نمیتونم وارد همش بشم. فرزن ما میبینیم که حتی اروپایی ها در درست بحبه در میانه جنگ سرد داشتن تلاش میکنند تا توضیح بدهند که آنچه که میتواند قلوب انسانها و روح انسانها رو بندی نزدیک بکنه همان آن مفهوم خوشبختی است که از که نشسته بر پایه مودت و مهرورزی و دوست داشتن هم یا و همه زیبا پرستی هستش. به همین خاطر هم هستش وقتی که ما میام نگاه میکنیم به این دوتا قطعنامه، یعنی قطعنامه‌ای که 20 مارس رو به عنوان روز جهانی نوروز اعلام میکنه و قطعنامه‌ای که 21 مارس رو روز جهانی خوشبختی اعلام میکنه، میبینیم که ارتباطات بسیار نزدیک رو ما میتونیم میان این دو قطعنامه بریم پیدا بکنیم و اونها رو مورد توجه قرار بدیم برای کارهایی که میخوایم انجام بدیم. من خاطرم هست با دوست و آقای محترمی صحبت میکنم که ایشون خوب فعال سیاسی بودن و خب به نیکی بیان میکردن که وظیفه‌شون این هستش که کار بکنن که انسان‌ها نجات پیدا کنن، انسان‌ها کمتر آسیب ببینن و بنده عرضم خدمت ایشون بودش که ضمن قدردانی از تمام اون همت عالی که داری و بی‌تردی از روی نیت پاک و قلب شفاف و انسانی شما سرچشمه میگیره، در نظر داشته باشید که مبارزه بدون دریافت این پیش زمینه های مهم علمی و یا حتی حقوقی قضیه کمتر میتونه قرین توفیق باشه. خب من میام این دوتا قطعنامه رو در کنار هم قرار میدم، قطعنامه مربوط به روز جهانی نوروز و قطعنامه مربوط به روز جهانی خوشبختی که در دو روز متعالی در 29 و 21 اتفاق میفتن. و جالب هستش که میبینیم جامعه بین‌المللی، یعنی حقوق بین‌الملل از طریق سازمان ملل متحد به این موضوع اهمیت تام داشته است. همان قطعنامه ملل متحد در خصوص اعلام روز جهانی خوشبختی بیان میکنه، قطعنامه شماره 281 بیان میکنه، میگه مستی در نگرش انسانها تغییر باید پیدا بشه، در پیشفرضهای انسانها مثل دگرگونهای اساسی صورت بگیره، وگرنه نمیشه کاری کرد توی دنیا امروز، نمیشن این روح اهریمنی رو برانداخت و به عمرانها خاتمه داد برای رهایی انسانها مگر اینکه پیشفرضها دگرگونی اساسی پیدا بشه. همه قطعنامه بنابراین پیشنهاد می‌کنه که مستی کارزارهای جهانی به راه بیفته، که اتفاقا به راه افتاده است که این کارزارهای جهانی با خودشون به صلاح برنامه‌هایی رو تهیه کنن و حتی توصیه‌هایی هم به انسان‌ها و
دارم. خب مهم این استش که حالا خودمون بپرسیم که اگر ما این دو تا قطعنامه در کنار هم یه قرار بدیم، دو تا قطعنامه حقوقی از سوی سازمان ملل متحد برای بزرگداشت نوروز و خوشبختی انسان‌ها، یعنی مهرورزی به عنوان پیام نوروز به اضافه خوشبختی انسان‌ها، دو تا قطعنامه دست در دست هم دیگه، ما چه ایده هایی رو میتونیم از این قطعنامه ها داشته باشیم؟ و این وظیفه است که بنده بر عهده محور شده است از خدمت عزیزان توضیح بدم. ببینید عزیزان، قطعنامه هایی که از سوی سازمان ملل متحد، یعنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتشر میشوند یا صادر میشوند، این قطعنامه ها یا حتی اعلامیه ها، بعد عرض بکنم این قطعنامه، این قطعنامه ها اعلام میکنن آرزوها و آمال انسانی رو برای رسیدن به آینده روشن، برای عبور از تنگناها و سختی ها و مشکلات و الگوهای مختلف ستم. بنابراین صرف صدور قطعنامه حداقل به این خاطر که در واقع تصدیق اهمیت مفاهیم خاصی هستش برای ما ایرانیان که در این شرایط در دور کشور قرار گرفتیم، حاز اهمیت بسیار بالایی است. یعنی جامعه جهانی به ما یادآوری میکند، تلاش میکند به آگاهی های از زبان ایرانی، از زبان فارسی زبان، از زبان غیر فارسی زبان که در جای مختلف زیر فشار و یوغ ستم نیروهای اهریمنی هستند، یادآوری میکند که مردم بیایید آگاهی ها را افزایش بدهید. و این آگاهی های افزایش یافته یا تعمیق یافته هستش که میتونه پیش فرض های شما نسبت به جهان رو دگرگون بسازه و به این طریق میشه اون فرایند به صلاح مبارزه با تباهی و ستمگری رو در واقع صورت بخشید. در این حال قطعنامه ها این توان رو دارن تا به مردم یاد بدهن تا نیروها و توان خودشون رو چگونه بسیج بکنن و چگونه این بسیج نیروها رو تبدیل بکنن به توانمندی انسان ها برای مبارزه با پلیدی، مبارزه با ستم و همه نیروهای اهریمنی. و از همه مهمتر این هستش که به باور بنده قطعنامه هایی که سازمان ملل متحد منتشر میکنه، از جمله دو قطعنامه خدمتش عرض کردم، اینها به ما یاد میدهند که بله، میتوانیم از خمودی خارج بشیم، میتوانیم از ناامیدی بیرون بیاییم، میتوانیم به رکود خاتمه بخشیم و با نشاط و با اراده محکم راه نوینی رو باز بکنیم به سوی آینده. خب علت بفرمایید، من یک بار دیگه سعی میکنم برگردم به اول صحبتام و یک مرور داشته باشم. عرض کردم که نوروز حداقل با دید ایرانی قضیه، با دید ایرانی فهم نوروز، پیام دارد و پیام میگوید که جهان فرسوده شده، جهان تسخیر شده، به اشغال نیروهای اهریمنی در آمده است، به اشغال دشمنان انسان در آمده است، اونهایی که معنای عشق و زیبایی و محبت و مهربانی را درک نمی کنم، اونهایی که فقط میخوان جنگ باشه، فقط فقط خونریزی باشه تا بتونن در کنار این شرایط فرزان امیال حیوانی خودشون رو در واقع تامین بکنن. نوروز میگوید که انسان ها باورمندان به نوروز، باورگردان، باورمندان به شرایط نوین، فرشگرد یا حالا هر چیزی بگذاریم، شما موظف هستید تا جامعه رو از قید این نیروهای اهریمنی و ستمگر نجات بدید. جامعه باید رها بشه، ولی راهش چیست؟ خب اشکال مختلف مبارزه تعریف شده، حداقل در عرض بنده در گفتار امروز نستش که فرضاً دو تا قطعنامه مذکور از سوی سازمان ملل متحد 20 ماه مارس و 22 ماه مارس یا مارچ این زمینه رو به ما میدهند، این فضا رو در اختیار ما قرار میدن تا بدانیم ما چگونه میتوانیم کمک بکنیم برای رها ساختن میهن، برای رها ساختن همه انسانهای ستمگر و مظلوم از دست این نیروهای خبیث. خب نیاز هست که ما بریم اینها رو با دقت بخونیم و از جمله بندی ها و از تک تک واژه هایی که فرضاً در قطعنامه آمده است بریم استفاده کنیم. مثلا من الان به چشمم به این نوت افتاد که دیدم فرضاً کارزار جهانی برای خوشبختی در سال 2021 در سال گذشته بیان کرده است که فرضاً مردم بایستی آرام باشن، مردمی که تحت سطح مثلا آرام باشن، چرا که آرامش به اونها یاد میده که خیلی چیزها هستش در کنترل اونها نیست، اما در کنترل نبودن چیزها به اون معنی نیستش ما بایستی تسلیم بشیم، بلکه با آرامش داشتن، با آرام بودن فرصت هستش که عمیقا بیندیشیم که چگونه میتونیم چیزها رو در کنترل خودمون بگیریم.
یا توصیه میکنه که عاقل باشیم، برای اینکه اندیشه عقلایی کمک میکنه تا ما رو بتونن اقدامات مثبت رو در پیش بگیرن تا بتونن به اون شرایط وخیمی که در جامعهشون فرضاً اتفاق افتاده است بتونن غلبه کنن، یا حتی همان کارزار جهانی خوشبختی که به دنبال قطعنامه 281 توسط سازمان ملل متحد را افتاده است، میگه که بیایم ما مهربان باشیم، بیایم همدیگر دوست داشته باشیم، بیایم با همدیگر باشیم. مثل آقا اون شعر سعدی که اگر یک نفر آسیب ببینه انگار کل جامعه آسیب ببینه. حالا اگر که ما بیاییم و این موضوعات رو در کنار هم قرار بدیم، میتونیم به یک جمع‌بندی ساده برسیم در گفتار امروز. حق زندگی کردن، حق خوشبخت بودن و مهر ورزیدن، اینها حقوق هستن. بنابراین میبایستی به عنوان حقوق بشر به رسمیت شناخته بشه. اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد تکمیلی شامل مقابل نامه های حتی 11 گانه، اینها همشون مبتنی هستن بر فرضاً بحث برابری، بحث پایان بخشیدن به ظلم، بحث موضوعات مربوط به برداشتن همه موانع در مقابل فرضاً تعالی خانم ها، مبارزه با نژاد پرستی و همه اینها رو بیان کردن. اما اگر ما که بریم دقیق تر کنکاش بکنیم در اسناد حقوقی بین المللی یا اسناد حقوق بشر بین المللی، می توانیم یک نشانهای بسیار و زیبایی پیدا بکنیم که به نوروز ارتباط پیدا میکنه. نوروز یعنی هنگام مهرورزی و احساس خوشبخت بودن و تلاش برای بازپس گرفتن خوشبختی از دست دشمنان خوشبختی، از دست اهریمنان. اگر شما به اعلامیه جهانی حقوق بشر نگاه بکنید و به ماده یک اون فقط نگاهی بیندازید، ماده یک بیان می کند که همه انسان ها دارای حقوق ذاتی هستند تا از برابری برخوردار باشند. صرف نظر از اینکه انسان ها چه دین و مسلک و آیین و دیدگاهی دارن، اینها ذاتاً ماهیتاً به دلیل انسان بودن خودشون دارای حقوقی هستند که این حقوق میبایستی تامین کننده برابری اونها باشه. همان ماده یک در ادامه میگه که هم آدم ها دارای عقل و وجدان هستند. دقت بفهمید، اعلامیه در ماده یک عقلانیت رو ضرورتا کافی نمیدونه برای تأمین خوشبختی انسان ها، برای مبارزه، برای آزاد ساختن خودمان و دیگران. میگه که مثل وجدان هم باید به اون باشه، برای که این وجدان انسانی هست، این عواطف و احساسات و تمامی و تمنیات طبیعی انسان هستش که نهفته است در هستن انسان و همراه هستش با عقلانه و کنکاش و عقلایی. لذا ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان میکنه که عقل و وجدان به انسان این امکان رو میدن تا دریابد که میبایست به سوی جهان خوشبخت حرکت بکنه. راهش هم در همون ماده یک اعلام میکنه، میگه برای اینکه انسان ها بتانن با همگی با روحیه برابری زندگی کنن، روحیه برادری زندگی کنن. برادران زندگی کردن یعنی اینکه خود را متعلق به یک خانواده کلی بشری دانستن میباشد و لازمه بودن در خانواده بشری، در community of mankind یا خانواده بشری، این هستش که انسان هم دیگر رو دوست داشته باشه. من خاطرم هستش زمانی که در سال 1968 در تهران کنفرانس برگزار شد، کنفرانس حقوق بشری، حتی من موقع بچه بودم، اگر یادم هست تو اسناد من اینها رو خوندم، در اعلامیه تهران اعلام شده بودش که حقوق بشر میبایستی مبتنی بر مهرورزی باشد، مبتنی بر دوست داشتن همدیگر باشد، چرا که این مهرورزی و این دوست داشتن است تا جامعه رو به سمت همبستگی عمیق و رشدار سوق میده و مردم رو در کنار همدیگر قرار میده. بیمورد هم نیست. بنابراین وقتی ما نگاه بکنیم به اعلامیه حقوق بشر تهران در سال 1968، اون نوع حقوقی که از درون اون اجلاسی بیرون آمد مشهور شد به حقوق همبستگی. انسان‌ها باید با هم باشند. چگونه میتونن با هم باشن؟ واقعا پرسش هستش، خب چگونه؟ قطعنامه های سازمان ملل متحد همه گی بیان میکنن که انسان ها مثل از عقل و از وجدان برخوردار باشن، از ما استفاده بکنن برای تأمین همبستگی
حالا بند اسمش میذارم از طریق مهر ورزی و دوست داشتن، به خصوص تکیه میکنم بر قطعنامه ای که سازمان ملل متحد برای بزرگداشت نوروز در 20 مارچ اعلام کرد و قطعنامه ای که هم سازمان ملل متحد اعلام کرد برای بزرگداشت 21 مارچ به نوروز جهانی خوشبختی. چگونه ما میتونیم رابطه برقرار بکنیم میان حقوق بشر و دوست داشتن یکدیگر به عنوان اعضای خانواده بشر؟ پرسشی هستش واقعا مستی اینجا به عرصه نمایش گذاشته بشه. اگر عزیزان تمایل داشته باشن، من مقاله رو شاید یک سال پیش در این حوزه در این زمینه نوشتم، اون رو میشه طریق همان وبسایت مرکز مطالعات عالی حقوق بشر مطالعه کرد. من اونجا میدم توضیح دادم و خدمت شما عرض میکنم که حقوق بشر، حق انسان ها، یک مفهوم خشک حقوقی هستش، ولی دوست داشتن یکدیگر موضوع شور و اشتیاق، جذبه و انجذاب، موضوعیت عواطف و احساسات انسانی هستش. چگونه میشه میانه این دو مفهوم حق و مهرورزی ارتباط برقرار کرد؟ البته سازمان ملل متحد طی قطعنامه‌ای که منش عرض کردم بر ما راه رو باز کرده، گفته کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هستند، مخصوصا کشورهای گرامی نوروز باستانی گرامی شمرده می شود، اونها وظیفه دارن پیام‌های نوروزی رو استخراج بکنن و اونها رو در خدمت فرزان توسعه جامعهشون قرار بدن و تلاش بکنن تا این پیام‌های مهرورزی و دوست داشتن یکدیگر کمک بکند به استقرار صلح جهانی. لذا هرچه که ما بلازه ماهوی میبینیم که تفاوت‌های میان مفاهیم حقوقی یا رویکردهای حقوقی هستش با اونهای مفاهیمی که مربوط به عشق هستن و درونی هستن و شهودی هستن و لطیف هستن، تفاوت‌های وجود داره، اما خود همون اسناد حقوقی بین‌الملل راه رو برای ما اومده باز کرده و توضیح ده که ما باید چی کار بکنیم. من یه لحظه الان یاد آمد که اگر فرضاً دوستان علاقمند باشن به کارهای جوز آلوارز از قضات برجسته دیوان دادگستری بین‌المللی به کارهاش نگاه بکنن، مخصوصاً کیس معروف نامیبیا، میتونن عرضه بنده رو یک بهش بیشتر تحضیح باشن. آقای آلوارز توضیح میده، میگه که مفاهیم حقوق بین‌المللی فقط حقوقی نیستن، برای اینها منتزع از نیاز جامعه نیستن، اینها منفک شده از احساس انسانی نیستن. بنابراین ما در تمامی این متون حقوقی، حقوق بین الملل، حقوق بشری، میبایست اون ابعاد احساسی، عاطفی و زمینه‌هایی که با درونیت انسان ارتباط داره واسه دقت داشته باشیم. این زاستش که من مایل هستم که عزم رو کوتاه بکنم و به پایان برسونم. امیدوار هستم که تونسته باشم در حدی ادای مطلب بکنم و ادای مقصود بکنم. به طور خلاص عرض بکنم که نوروز از نقطه نظر آینی یک پدیده سمبولیک است. بهار می آید، زمستان تمام می شود. ما در مانیکیان فلسفی هم رو میریم میبینیم. خب شیطان وجود دارد، شیطان سرد است و تاریک است و جهالت و ظلمت است و غیره، و در مقابل شیطان نور وجود دارد، روشنایی وجود دارد، نمیدونم امید وجود دارد و غیره. خب اینها هستند. این فضای سمبولیک به ما یاد میدهد که ما موظف هستیم تلاش بکنیم از طریق بودن با یکدیگر، از طریق دست‌ها رو در کنار هم گذاشتن، هر کدام در هر کجایی که هستیم، با هر نحله فکری که خودمون رو اومدیم تعریف کردیم، به هر شکلی که داریم تلاش می‌کنیم، ما بایست در کنار هم قرار بگیریم، چرا که این با هم بودن از طریق دوست داشتن همدیگر، از طریق عشق ورزیدن به همدیگر کمک می‌کنه تا ما بتانیم اون پیام واقعی نوروز رو از درون سمون‌ها بیرون بیاریم و به اون پیام دقت داشته باشیم که ما موظف هستیم، ما باید به عمر نیروهای اهریمنی خاطر ببخشیم و این بایستن گریز ناپذیر است. باز من یک چیزی یادم آمد در آخرین قسمت های عرضم خدمت شما توضیح بدم. آقای ژاک ماریتین یک متفکر برجسته حتی عالم الهی بود که در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر مشارکت داشت. اگر شما کارهای ژاک ماریتین رو مطالعه بفرمایید، ایشون همواره اصرار میکنه، میگه که دقت داشته باشید آنچه که انسان را انسان میسازد و به اون چیز به نام حق اعطا میکنه یا حق را لازم انسانیت میداند، آن است که برآمده از
همدلی و همبستگی و پیوند میان قلوب و روح انسان ها هست. پس دوستان عزیز، نوروز هست، نوروز آمده است، فضای جدید رو باز میشه. دقت داشته باشید، نوروز فقط یک روز نیست، دو روز نیست و 13 روز نیست. نوروز با همان برداشت آینی چیزی نیست مگر تلاش برای پایان بخشیدن به عمر اهریمن. و برای این کار ما ناگزیر هستیم عمیق کار بکنیم، ناگزیر هستیم تمام مفاهیم رو با دقت زیاد مورد سنجش و مطالعه قرار بدیم و میبایستی در کنار این درس ها رو در کنار همدیگه قرار بدیم، در دست همدیگه قرار بدیم، به امید اینکه بشود در آینده نه چند دور سرزمین خودمون رو از نیروهای پلید پاک بکنی و بار دیگر پیام نوروز رو رسا بکنی. و پیامی است که جهان باید به سمت کمالات انسانی خود شرکت بکنه و ما امیدوار هستیم که بتانیم راه رو برای ظهور اون جهانی که سرشار از کمالات و فضایل انسان گونه ازش بتونیم هموار بکنیم. خیلی متشکرم هستم. مجددا سال نوی همه شما مبارک.